جلسه‌ای که شورای امنیت کشور بود، خود دوستان دوی خرداد نشستن مصوبه دادن که نیروی انتظامی که بنده فرماندهشم حق تیراندازی دارن به کوی دانشگاه میتونن برن، ولی کارو نکردن. تو همین دانشگاه صنعتی شریف اگه یادتون باشه یه برخورد اون سال جلو در اینجا اتفاق افتاد. دانشجو هم نباید خلاف قانون عمل کنه، ولی از اون دارم دانشجو باید حرفش بزنه. شما در دانشگاه تربیت مدرس دیدید وقتی دانشجو اومده می‌خواستن حرفش رو بزنن، بنده ماشین پلیس با بلنگو دادم بهشون حرفشون رو بزنن. تو اون جلسه آقای عزیز جعفری شاهده، اون موقع فرمانده نیروی انتظامی بودن، بنده هم فرمانده ناجا بودن. تو همین وزارت کشور جلسه گذاشتیم، کوی دانشگاه رو با آتیش کشیده بودن، با حادثه توی ترشت اتفاق افتاده بود. خب من تو جلسه نشستم، نمیخوام اسم ببرم، افرادی تو جلسه شورای امنیت کشور تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم و گفتم امشب هر چی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف عنوان فرمانده ناجا محکم میشتم روزش میکنم و جمعش میکنم. خلاصه اینا حرفشون چی بود؟ میگفتن اگر نیروی انتظامی میخواد وارد کوی دانشگاه بشه باید مجوز شورای امنیت کشور رو داشته باشن و دانشگاه و مدیران دانشگاه اجازه رو بدن. در اون جلسه آقای معین، آقای ظریفیان همه اونجا بودن، با این کار اونا مخالفت میکردن. من توی جلسه واستادم محکم به حدی که من یه حرف بی‌ادبانه توی جلسه زدم و بلند شدم. خلاصه من توی اون جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کول دانشگاه در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری، آقای معین، اونا پاش امضا کردن به من. خود دوستان دوی خرداد نشستن مصوبه دادن که نیروی انتظامی که بنده فرماندهشم حق تیراندازی دارن به کوی دانشگاه میتونن برن، ولی کارو نکردن.